الو بفهمی سلام آقا حتا که معتادی هستم. کی؟ معتادی. معتادی؟ بله. بس شما درد نکنه. خب بله بزن. یعنی جنگ چجوره؟ سوالتون چی بود قربان؟ جنگ چجوره؟ نه اون نمارا از شما پوسید عزیزم، نه شما از همه بعد روشندتر. آقای تو بگی بگی نه تو یه ثانیه بس بفهمی آقای خیلی زیاده ده ده سنه بفهمی آقای تو بگی نه بابا حسینه تو اصلا نرنش شما بفهمی آقای تو بگی درود بر شما عزیزم شما بفهمی درود بر شما حراسشان از یگانگی ماست بفهمی مشکران های وای باز این عملی ها زنگ زدن برزم بابا این که چاقو میکشی درود بر شما شما فهمید عزیزم یه سوال دارم بفهمی آخه چقدر بابا عزیز است من باید واقعا تبریک بگم به اون پدر مادری که اینو بار آوردن آقا یه جایی میبایدیم جانم سلام باز اینا اومدن پیداشون شد چی داریم به هم جان یه پر کچلوار خشتن کرده خودتونو مگه ما قبلش کچلوار بدترمون بود بله خیلی ممنون آقا یه دوگی جانم بگو من یه سوال داشتم بفهمی الو بله بفهمی بله من میخواستم بگم که آقای 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 چیزی شدونه همچین میشینی منتظری تلفن اولی کام بدون بالا میزنی که این مسخره بازی از خود در بیاری وقت از خود در ازام خیلی هم ممنون و متشکرم که تو اینقدر وقت داری به الهار نه بابا عذیتم نکن دیگه سر شبی حالا نه آقای معتادی ما باز محبت کردن خیلی ممنون هستم از تلفنتون آقای معتادی وضعیت هیچ خوب نیست عزیزم من هیچ اطلاعی ندارم بفهمی خواهش میکنم ای بابا خراب قرب خراب بفهمی کنم باز همونه بفهمی من نیره بفهمی ای بابا خراب قرب خراب خیلی خرابه خرابترم میشه بذار من رئیس جمهور بشم تو دیگه ونگ ونگ نمی کنی همچین سیخ و سکندر رو شاخ شمشاد بشی وقتی مواد بد نرسه همچین مثل خرگوش میدوی شما بفهم اون وبسایت رو بکنی یه کامنت جدیدی گذاشتم آها آقای شما بکنی یه جنس جدوره خب این که کامنت قدیمی دونه که بگی؟ چیز دیگه نداریم بگین یه جنس بگم بگونه خیلی ممنون آقای اتخابکی ای بابا باز این معتادی شروع کرد یادتون برادر معتادی هستی بفهمی خواهش میکنم به یعنی زیده جونه نمیدونم ازا شما بگو شما خیلی خماری شما بگو به نجای میدی شما خماری از شما بگی خیلی ممنون این درود بر شما بیننده عزیز بفهمی خواهش میکنم بگوی از تو اگه میخوشم درود بر شما عزیزم شما بفهمی شما بفهمید عزیزم آقا باز شما اگه مستی یا نشه‌ای ولی مکن ما رو چی که باید نه خیر خوب نیست الو بفهمید ایجا سلام علیکم سلام آبا حال شما خوبه شما بفهمید متعدی نمیشتن که آقای عطابکی وضعیت نمیتونم بخونه شما گفتین یکی نمیشه وضعیت فکر گفتی که نمیتونید بخونید من میخوام بقیش آمدن جلو کامپیوترم میتونم بخونم بقیش رو بخونه ویه چی چجوره ببین خودت هم نمیتونی بخونی خیلی ممنونم من که متوجه نشدم نوشته بود جن آخه جن یعنی چی جن که بابا جن خوب نیست جن بچه شاگرد شیطونه بفهمی خواهش میکنم ویه چی بفهمی شما ویه چی بیکاری کار دیگه نداری بکنی چجوری بجره بجرگی جانم بجره چجوری من اطلاع ندارم خبرا پیش شما سن نه بگو بپو جگو نه اطلاع ندارم نه بگو نمیذارم اذیت بکنم آقای اتومکی بله جان دلم بفهمی آقای مهندس امشب اما تقاضا کردن که اگر شما زنگ زدی ما با دو دقیقه صحبت بکنیم بگیم شما دردت واقعا چیه وضعیت جنس چجوره هیچی چون فقط هم یه کلمه رو بلدی وضعیت جنس چجوریه آمی خوشم یه شعر بخونم شعر بخونم شعرم بخونم خیال ما راحت کن بریم تو خودت کن و نمودین
جوگلوگی جوگلوگی اجنی یوگینی. اینا هنرنمای یک جوان اصیل همخون ما. خیلی ممنون ازم محبت کردی آقای مهندس. خیلی راحت شد. حالا اینه همین روز بوزی هم بزره که شما بفهمی آقای ادا بگی سلام. شما بفهمی علاقه ادا بگی سلام. اینم که گاو از آب در اومد که بفهم آقای ادا بگی سلام. شما بفهمی نیزم آقای ادا بگی سلام. سلام ایداد بیداد. الو جانم بفهمی. آقا اصلاک من یه خواهش داشتم و یه دانه خارش. بله حالا خواهش دارم بفهمی تا بعد به باقیش برسه. بله خواهش بفهم. بفهمی. خب بله من کداش خارش خواهش شما بفهمیزه. درود بر شما قطبکی. درود بر شما بفهمی. آقای قطبکی من میتونم یه پیشنهاد بدم برای آزاد. برای چی؟ برای آزادی ایران. حتما دم چرا که نه؟ بله من مثلا میگم مردم بریدن بکشن همه رو بکشن. نفری هر 13 میلیون هر کس یه نفر هم بکشه کشور آزاد میشه دیگه. خیلی ممنون عقیده ابلهانه شما. بفهمی خواهش میکنم. شما بفهمی. چی بگم؟ این چیزی نهده بگیر چه تلفون بگیر شما بفرم نهیزم. الو بفهمی. من یه پیشنهاد دارم برای آزادی ایران. بله من میگم ما ایرانی های خارج از کشور پول جمع بکنیم بفرستیم برای ایرانی های داخل از کشور یک سری سلاح های جنگی برای آنها بفرستیم آنها بزنن و بکشن. بله خیلی ممنون. شما بفهمین. کلن جزر از اخبار ایران میخواستم بگم یه آقای هست به اسم محمد مایلکوان. ایشون الان شناسایی شده به اسم به عنوان آدمی که الان داره این ترور رو انجام میده تو ایران. آدم هایی که کشته شدن. آقای کی؟ محمد مایلکوان. ایشون الان شناسایی شده. بله و ایشون همینجوری داره میکشه. بله عکسش در اومده. بله بله خیلی ممنون. الان ما میگیم نگاه میکنیم بعد هم به تو خبر میگیم. ایش که نیومده بگه خبر مهم مردم بلوچستان رو دارن اینو بمبارون میکنن. بمبارون میدونی یعنی بفهمی. آقای عطاکی جانه این فقط سیستان نیست الان جمهوری اسلامی داره تمام استانها رو بمبارون میکنه. بارو بابا میگم کامی این عکس پشت چقدر قشنگه. عکس پشتم چقدر قشنگه. خیلی عکس پشت شما هم خیلی قشنگه. ممنونم عزیزم. بیننده‌ز درود بر شما. بفرمایید امشب پشت سر من عکسی نیست قربان برم کوری مثل که عینک بدم خدمتتون. آقای عطاکی شما میدونین که تردیشن ایرانی هست که روز عید سبزی پلو با ماهی میخورن. شب عید عزیزم. شب عید. شب عید بخشید. بله من حالا میخواستم بدونم شما سبزی پلو با کون اترا ای بیشور احمد ده سنه بفهمید. شما سبزی پلو با کون اترا ده سنه بفهمید. آقای عطاکی این تظاهرات نیویورک چه روزاییه؟ الان اونجوری مشخص نیست. 14، 15، 16 و 17 روزهایی است که آقای احمدی نژاد در نیویورک خواهند بود در سازمان ملل و مردم که من توقع دارم که مردم بیان دیگه الان موقعشه کم کم بگن چه روزی اونجا خواهند رفت که حد اکثر جمعیت در اون یک یا دو روز بیشتر باشه. من 100% سعی می‌کنم خودم برسونم. من از کپرآباد با شما تماس می‌گیرم. از کجا؟ از کپرآباد. از فرودگاه بین‌المللی کپرآباد پرواز مستقیم کپرآباد. این آقا بزن بره خود قاضی کفرآبادش باشه تا ما ببینیم من بیرون دیگرمون چی میگه. درود بر شما آقا تاکی. بفهم آقاش میکنم. آقا تاکی شما خود گفتی که فقر گوشکوبیده و گوه بله این هم بچه های زرنگی با ماشاءالله. میخواستم اگر عکس شما رو مستره بذاشته شما بفهمه ازم. اینا ما ساعت عوض کردیم بازم کشف کردن که چه ساعتی. بفهم خواهش میکنم. آقا اصلا که من نظر شما در مورد بازی فردا مقابل آلمان شرقی میخواستم بدونم. آلمانش بفهم خواهش میکنم. دیوز فراوان در شما و اتاکی درود باشه نظر. بفهمی میخواستم که شما بفهمی حتا شما بفهمی حمایت نیکنی.
میخواستم نتیجه آنگولا رو به شما بگم. آنگولا و مکزیک رو بخواستم به شما بگم. بفهمی. خوشبختانه آنگولا 4-0 مکزیک رو برد. نه بابا برو ولم کن خوشت میاد. شما بفرمی. آقا تایکی. بله. یه خبر خوش دارم. شما فهم خبر خوش شما رو نخواستی. الو. بفهمی. درود بر شما. درود بر شما. خواستم بگم که شما بفهمی. درود بر شما. درود بر شما. خب یه کم کم یاد من خسته میکنن ما رو که یه پاشنه دهنم بکشم هرچی از دهنم در میاد و هرچی آدم بیشعور بگم. سکرم خواستم بدونم مسابقه کشتی بین شما آقای اتوبکی چه ساعتیه؟ من که خودم آقای اتوبکی هستم مسابقه کشتی بین خودم خودم نمیشه فعلا برنامه کشتی نداره. آقای اتوبکی تو اخشت من میخواستم بدونم این مسابقه کشتی بین شما آقای احمدی نژاد چه ساعتیه؟ آخ 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 شما ساعت چه تعیین کنید بهشون بگید بیاد که خیلی علاقه مندم. بله میخواستم بدونم بلیت برای مسابقه کشتی شما آقای احمدی نژاد. والا منتظرم که شما برنامه رو درست بکنین بعد بلیت هم تهیه میکنین. ده سنه بفهمید. بله من میخواستم بدونم مسابقه کشتی شما آقای احمدی نژاد. آقا داکی من یه مطلب میخواستم بگم. بفهمید. که برره جنگ شده بین بالا برره و پایین برره. مردشو تو و اون برره رو ببره و جد و آباد تو مردی که احمق. حالا هفته پیش ما با شوخی کردیم سر به سر گذاشتیم خیلی خوب ولمون کن وقت برنامه رو تلف نکن دیگه. آخه اینقدر آدم بیشعور میشه. بفهمه خواهش میکنم بعد اومد. درود بر شما آقای عزیز. درود بر شما عزیز. آقای که من از برره به شما تماس میگیرم. بله خیلی سر شما و برره و جد و آبادتون. بفهمه خواهش میکنم. الو جانم من از برره به شما تماس میگیرم. بر حال بفهمی خواهش میکنم. الو جانم. آقا اتوبکی سلام علیکم. سلام عمرو. آقا اتوبکی من فقط میخواستم بگم که شما بین ایرانی ها فرق نذاریم. بین ایرانی ها فرق نذاریم یعنی چی؟ ما چرا مثلا برارایی ها رو مسخره میکنیم؟ برارایی ها چیکار کردن؟ شما بفهمی نیزم. شما بفهمی نیزم. الو جانم بفهمی. برو قلوب بیدم برارایی ها چرا مسخره میکنی؟ درود بر شما آقای اتوبکی عزیز. ممنون ازم بفهمی. خیلی ممنون آقای اتوبکی. گل این دلقه کمیته که امشب زیاد شدن و نمیزنن شما. نه با همه شون یکی دو نفر بیشتر نیستن باید میگیرن خطا را چند خط میگیرن. بله بفهمی. در صورت نمیخوام وقتتون زیاد بگم. فقط خواستم خیلی سریع شما برای بگین که نظر شما در مورد آینده و اقتصاد برره چیه؟ خیلی ممنون. خب واقعا جای تأسفه که این صداهای جوان رو آدم بشنوه که اینقدر شعور نداشته باشن اینقدر بیشعور باشن میان حروم میکنن با چرندیاتی که میان واقعا ارزش نداره اصلا. حد نه بر خلاف منه نه بر علیه منه نه برای منه نه برای جامعه است نه بر علیه جامعه است نه برای ایرانه نه بر علیه ایرانه نه برای امریکاست نه بر علیه روگه هیچ پوچ کاملا پوچ کاملا پوچ. آقای اتوبکی الان CNN اعلام کرد که امریکایی حمله. بله امریکا حمله رو کرد و تمام هم شده و شما اصلا از مرحله پردین. شما بفهمی. درود بر شما. درود بر شما. بفهمی آقای اتوبکی الان CNN اعلام کرد که امریکا یک حمله نظامی بر ایران انجام شده. شما باید از این موشک اتمی و همه چی بفهمی خواهش میکنم. اما سیلون اعلام که بفهمی. نورو بر شما. نورو بر شما بفهمی. آیا اتمی اما سیلون اعلام کرد که آمریکا بابا خواهش میکنم. بفهمی خواهش میکنم. آیا اتمی الان سیلون اعلام کرد که آمریکا یه حمله نظامی به ایران انجام داده. شما بفهمی. آیا اتمی من از ایران آمدم ایران جنگ میزنن مجرد هم دیگر رو میکشن. آره بابا دار این هم خیلی ممنون. آقای اتوبکی من فقط خواستم برای شما مردم اسامی چند تا از این آدم هایی که اینا ترور کردن در ماه قبل اعلام بکنم چون واقعا اینجوری که جنایت هایی که اینا کردن دیگه واقعا ترور در کجا کردن؟ در ایران آقای اتوبکی. در ایران ترور کردن یا اعدام کردن؟ در ایران در ایران اینا رو اعدام کردن. اعدام کردن؟ بله. کیا رو اعدام کردن؟ بله آقای جواد نکونام. ایشون چیکار کرده بوده؟
بله. ایشون چیکار کرده بوده که اعدامش کرده؟ اسامی اعلام میکنم بعد بهتون. بله بله. آقای جواد نکنم، آقای حسین کعبی، آقای وحید هاشمیان، آقای حسین رحمتی، هادی عقیلی، سید جلال حسینی، دفاع چپمون کی بود؟ پیدری. برو مرتی که احمق تو هم خود دو سوش کردی. درود برشان. درود برشان هم بفهمید. آقای تاگیم خواستم هستمه اینا که خدا بفهمید چقدر اینا. درود برشان. ممنون ازم بفهمید. آقای تاگیم خواستم هستمه اینا که ترور کردم نه بارو بابا تا مورده شد ترکیب فلان. خواستم ببینم شما این سخنرانی اخیر آقای رفسنجانی شنیدین در مورد انتخابات داشته میگفته بعد شروع کرده یه ذره از دوران کودکی صحبت کرده نمیم شنیدین یا نه اطلاع دارین یا نه خواستم یک ذره از اینو برای بینندگان بزنم اگر اجازه میدید شاید کمتر از دو دقیقه طول میکشه بفهمید ببینم تا اونجا که امکان داشته باشه میذاریم باشه بفهمید خوش خدمت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من فکر کنم این آقای رفسنجانی باشه آقای تورکی من خواستم به عرضتون برسونم که من یک آقای میشناسم ایشون بسیار آقای خوب و زحمتکشی هستن با خانواده دار هستن بعض مالشون بد نیست بعض مالشون هم خوبه خیلی آدم با آبروی هستن آقای تورکی و ایشون مثل اینکه شما رو پسندیدم بله خیلی ممنون محبتم حالا شما با ایشون در تماس باشید وقتی که ایشون کارش با شما تموم شد بگی من یه زنگ بزنه که من ببینم شما چطور بودی به درد من میخوری یا نمیخوره آقای اتباکی من یک آقای رو میشنسم ایشون بسیار آقا هستن خانواده دار هستن بسیار مرد شریف و مرد خوب مهربان هستن ایشون شما رو پسندیدند و من یک سردی رو میشناسم یک آقا بسیار بفهمه خواهش میکنم من نمیدونم ایشون میخواد کجا برسونه افکارشو بفهمه ازن سلام از من این آقایی که به شما زنگ زدن ایشون نمیدونن شما شوهر داریم متأهل هستیم بله خیلی ممنون محبت دارین امیدوارم که شما به خودتون خیلی افتخار بکنید که این نمک پاشی رو کردید عزیزم مامانتون هم لابد الان خیلی خوشحال شده میگه وای بچه‌مو نگاه کن چقدر ماه خدا بله بفرمایید شما خوبه ممنونم عزیزم بفرمایید شما یه سوال داشتم بفرمایید اینم شعور یکی دیگه آقای ببینید این یک سوال خیلی جدی داشتم بله بله گوش بدین؟ بله بله امیدوارم بیندگان عزیز همه تون سوال خیلی جدی آقا رو شنیدی؟ بله من شون یه آهنگ خیلی قشنگ خونده من خواستم برای شما بذارم گوش بدین خیلی زیبا بله در مورد پارلمان ایران دارد من یک سوالی داشتم برمین حالا استراکچر این چطوری خواهد بود من سوالم دوباره بگم در مورد پارلمان ایران سوال داشتید بفهمی بله این آقا دیر از کجاشون صحبت میکنن اینا واقعا این مردمی که منظرم این مردمی که میان دست جدی میکنن گوش به این جواب به اینو دارم خب شما که خود بیتر بهتر از همه شدی که اولا این چیز بازی نکن خیلی کسی کنن دوبا من این آقا من نمیدونم چرا هر وقتی داره شام میخوره زنگ میزنه اینجا آقا شامتون خوب بود خیلی ممنون همین سلام آقای اتباکی خوب هستین قربان جان بفهمی آقا تو که ببینی این جالبه واقعا حالا شنیدم خیلی هم جالب و محبت کردیم وقت ما رو گرفتین. حالتون خوبه؟ جانم بفهمید. من در تایید حرف شما می‌خواستم بگم که بله شما مگه حرفو از اونجاتون می‌زنی قربان که چش دل بنده روشن. این فرمشه اگه بخواد اونجوری باشه که بعدن میشم آقا سور استرافیل. بعد باکس بزنم و می باکس هم اینجا تو کیفم هستا. شما بفهمید. آقا تاکی. بفهمید. جون من یه دستی بیاد باکس بزنم و شما بفهمید عزیزم. پس ما خبرش بشنیم ببینیم که کدوم امامزاده رو زدین داغون کردین با خاک یکسان کردین با آتیش کشیدین همین الان رفتم امامزاده داوود شما بفهمین نگران آقای تو
آقای اتباشی نه بفهمید من به گفته شما الان رفتم یکی از این امامزاده های زنم شیشان نه تو از اون جوارت ها نداری من نه جیگر نمیبینم عزیزم جیگر نمیبینم از تو جیگر نمیبینم الو جانم بفهمید آقا داگی من نور خود جمهور اسلامی هستم ها شما خوبه مرمتون نوش جان قربا بفهمید خب آقا داگی میخواستم بگم که شما از تحت دستیم آقا من جنوب زگاشیم باید ما که نفهمیدیم شما اصلا چی گفتی مثل آدم حرف بزن بفهمیم چی داری میگی الو سلامی آقا تو که من کاملا با این بیننده قبلی موافقم واقعا این وقتا طلاییه و ما باید به نحو احسن از این وقتای طلایی استفاده بکنیم بله الان کاغذ حاضر بکنیم بفهمیم بله قصد مزاحمتی بود که من زنگ زدم یه سوال طلایی از شما پرسم بله شما رئیس جمهور که شدین حاضرین تخم بذارین؟ بله چون من لازمه که مقدار زیادی مثل خودم تولید بکنم که جلوی احمقای بیشعوری شما رو بگیرم و یک ایران درست ایجاد بکنم آقای عزادی که من یه سوال داشتم گفتم شاید شما از تجربه شما استفاده کنم شاید این مشکل رو بیا فقط بلد بشیم جواب میدیم آقای عزادی که ببینید این سنجابا همه گلای بکیار ما رو خوردن ما باید چی کار کنیم کیا گلای بکیار شما رو خوردن؟ گل و چمن و همه اینا رو خوردن کیا خوردن؟ بله؟ کیا خوردن؟ سنجابا اونا کارشون نمیتون بگوین این هرموزا مال ما رو هم میخورن اصلا بی تربیت هم درود بر شما آقای سواکی ممنونم ازم ببخشید میوه دهنم درود بر شما بیننده از شما فرمید الو جان بفهمید عزیز ببخشید بذار من یک ثانیه ماشینم روشن کنم شما ماشین روشن کردی عزیزم شما بفهمید عزیز جناب عتابی عتابکی بفهمید بله آقای عتابی من یک سوالی از شما داشتم بفهمید توالت ما گرفته ما باید چیکار کنیم قربان شما سرتون رو بکنین اون تو فوت کنیم وا میشه تلویزیون ندارن بله من حاج آقا کیه؟ کدوم حاج آقا؟ حاج آقا دولدراز ای بابا بی تربیت احمق آقای اتباکی من هفته قبل رفته بودم بیرون بیرون از خانه من شما میدونی که این هوای شرق آمریکا بسیار سرد بود هفته قبل بعد من که رفته بودم بیرون اتباکیم کوچولو شد شما فهمیدیم تو چرا انقدر مزامونه تو؟ شما فهمید عزیزم چرا مزاحمت میکنی؟ بار مردش ترکیبتون بفهمی بهایی ام از ترجیح با شما تماس شما بهایی نیست عزیزم بار مردش ترکیبتون ببره تو بهایی تو دروغگوی بیزات و بیشرف هستی بفهمی خواهش میکنم نه تو هم درد نمیخوری برو که ترکی آذری نیستی برو که ترکی شما فهمی آذری نیستی ترکی برو که ترکی آقا ترکی این درسته که شما ترکی نخه قربان احجاب خلاف برسون رسوندن آقا درکی ببهمی درود شما ببهمی بله خوی نماز فرمایی شد در ازان ما برای شما مبارک آقای اتباکی ممنونم بیا جوان بارا باز این یاره مثل که سپید میزنه خیلی وضعش خرابه آقای اتباکی حرف شما کاملا درسته باید همه بگن نه خواب این هم مثل یکی پاگوده شو پاش جیغش رفت هوا بوز این الو جانم آقای اتباکی در قانون اساسی آینده تلخکی اجازه هست بکشیم نخیر چرا؟ بگم میخواستم برای اینکه مغز و هوش و عقل و اراده و همه چی ازتون میگیره بفهمی آقا اتباکی شما اگه بخواین رئیس جمهور بشین در درجه اول باید تریاک رو بذارین کنار باه خیلی ممنون شما فهم کنید در یک ایران یه رئیس جمهور تریاکی اجازه هست یاد چون دیگه تریاکی اون موقع نخواهم من مخالفش هستم نه الو الو ببنید جواب نبود بله جواب نبود گفتم جواب نه جواب سوال شما نست نه شما تریاک نیستین برو بابا وقت تلف میکنی آقای اتباکی صورتتون چروک شده گویا پای منقل داغ کرده حتی
خب امیدوارم که از هنر خودتون خیلی خوشتون اومده باشه. مشکل ما یکی دو ثانی الان همه چیزی که شما گفتین تفرقه توی بین بازیکن‌ها هست، نمیدونم کم بوده، نمیدونم بازی‌ها تدارکاتی بوده، ولی در درجه در مهمترین مسئله به نظر من این محمد دادکان هست، رئیس فدراسیون ایران. بله ایشون فکر میکنم مثل شما معتاد باشن و من اصلا توجه کنیم ملت. اینم داره حالا معلومات افشانی میکنه، اولش شروع کرد درست بیاد فلان کنه، دست من این رو این رو میدونم که مردی که الاغ بیشوره بالاخره به یه جایی میرسونه که دریوری بگه. اینا دیگه ببین دستشون بیش ما روه. حالا بگو الاغ حرفتو بزن، از دلت بریز بیرون، ذره ذره تو بکن، بگو چی میخوای بگی. مردی که احمق وقت دنیا رو همه تلف میکنه با اراجیف گفتن. الو بفهمی آقای اصلاکی، در تلویزیون امید ایران پنجشنبه های برنامه دارن درباره اجیال و تک کردن. جانم بفهمی میخواستم بگم که این وبسایت هست که اسمش www.nazarman.tel.com. وال وال صدام جوون به نظر می آمد. بابا کامران جمع کن بیا خونه هیدر. آقا تلخکی تریاک وابو منقل دوغ بیا آدرس بده آدرس بده آدرس بده بابا آدرس. آقا هیدر بابا خودت میدونی بابا خود نرسر گابا هیدر نمیشتم چرا با ما شوخی میکنی. آقا اتواکی انشالله شما رئیس جمهور میشین ایران بشه بهش معتادان. خیلی ممنون از نظر شما. آقا اتواکی من میخواستم آخر نرخ تریاک در واشنگتن رو بدونم. والا اونو باید از شما پرسید و از رفیقات هر یکی دونه ایزم بنده اطلاع. بله بله یکی از دوستای من این آدرس به من رکمند کرده بود، میگفتید که نرخ تلخکی اینجا خیلی مناسبه. من کی بیام مزاحم شما بشم آقای اصابکی؟ آقای اصابکی من یه سوال از شما داشتم. بفهمی تریاک کلیک کند اونجا نمیدونم باید فایندت بکنیم. دفتر اومد گفتش که شما باید این تو ایران عرق فروشی باز کنیم. میخواستم بگیم که عجب آقای آدم بیشوری بود. میخواستم بگیم که شما وقت این کار رو نردیم، اصلا کار به درد شما نمیخوره. شما مثل کار خرد فروش تلخکی و تریاکیم. خیلی ممنون محبت کرده هزم شما بفهمه. بینند از جمهوری اسلامی آره یا نه؟ دور شما جمهوری اسلامی آره یا نه؟ جمهوری اسلامی آره یا نه؟ جمهوری اسلامی آره یا نه؟ بابا انقدر تریاک نکه. ای بابای من بفهمی. الو جانم سلام علیکم. سلام اربان واسی محرمت اومدیس. آقا شما میگین این سلطان اتابک فرماندار غزنین بوده؟ نه خیلی سلطان اتابک فرماندار غزنین نبود. کی بوده؟ امین حضرت بود. نه بله ببخشید ایشون ملکه غزنین بودن. من برو مردی خجالت بکش نمیدونی اگر آمده بود سراغت که احوالت بهتر از این بود. درود بر شما. شما بفرمایید عد کیست رفت که زمان اون زنده نبودی. آقای تاریکی میخواستم بگم که اگر شما پادشاه ایران نشدید ملکه غزنین میتونیم بشینا. خیلی ممنونم از محبت و قربان. من فعلا ملکه غزنین. حالا شما باشید ما جای شما رو نمیخوایم بگیریم. قربان امیدوارم که این پیشنهاد به نفع احسن برای شما. بله بله من تا موقع هم که ما بیام شما اونجا جای ما رو داشته باشین و خوب از غزنین نگهداری بکنید ملکه عزیز تا ما به اونجا برسیم. ممنونم از پیشنهادتون. متشکرم. آقای اتاکی بفهمی من یک کیشیشم از قزوین با شما بفهمی خواهش میکنم. مطلب دومون که شما میخواین رئیس جمهور ایران بشین یا ملکه قزوین؟ والا من شما همون آقای هستی که گایا تلفن میکنه اینجا و این سوال رو میکنه. من به خاطر شما هم که شده باید یه سر قزوین بزنم بیام شما و خانواده شما رو یه ملاقاتی بکنم. نه قزوین نیستیم آقا. نیستین؟ پس من شما رو بعد ببرم تون اونجا ملاقاتی باهاتون بکنم. به نظر من حرف آقا اولی درست بود. شما باید ملکه بشین. بله خیلی ممنون. حالا شما هم میخوای به خودم ببرم یا نه؟ بله شما مثل که سنان یه خود جوونه. بابا بهت نگفته بابا زودتر خود شوخی نکنی سر به سر نظری عزیزم برات هفتر میارن؟ شما با کی حرف میزنی؟ با شما عزیزم. بله شما یه خود سن جوون تر از منه نکن خوب نیست برات هفتر میارن عزیزم. آقا تاکیش به نظر من شما بریم ملکه براره بشین. شما برنامه شبهای برابر رو میدونین شنیدین؟ ای بابای من شما بفهمید. الو بفهمید. اعوذ بالله شیطان و رجیم. شما بفهمید. الو بفهمید. خواهش میکنم
بگم اینجا با این کاندیدای ریاست جمهوری که گذاشتین اینا به ترتیب به چه ترتیبی گذاشتن؟ هیچ ترتیبی نره، یه مش اسم گذاشتیم اونجا به ترتیب خریه. خب چیز دیگه هم داری بگی ازه؟ حالا آقای عطاوکی من خواستم سریع بگم که به نظر من شما بهتر نیست برین شوراباد رئیس جمهور شوراباد بشین. نه خدا نکشه شما دستانه بفهمید چرا اونجا هم بریم میشیم چی کار کنم؟ شما بهتره چوپان بشیم، ما قربان داد چوپانم اونم حالا فکر میکنیم اگه بعد نباشه لازم باشه میکنیم. بفهم شما بفهم اینم نظری بود. آقا ساکی شما بهتره چوپان بشیم دستانه بفهمید. یه سوال از شما داشتم. بفهمید آیا این درسته که ممکنه سن شما رو از شماردن تعداد دندوناتون فهمید؟ خب دیگه چی؟ هنر شما همینقدر بود؟ شما جوان مردی قرون عزیزم. آخه مرد بیشور اگر ما شنیده بودیم که میگودن هنر نزد ایرانیان است و بس، ولی اگه اینجوریه خاک بر سر تو با هرچی هنر تو. امیدوارم که پدر مادر عزیز شما که این جوون جاهل و احمق رو بار آوردن الان به خودشون افتخار بکنن که چه همچی شاهکاری کردن. من حالا دبای مهاجران غیرقانونی بود. چی قبا؟ مهاجران غیرقانونی. مهاجران غیرقانونی در کجا؟ امریکا؟ در ایران که وارد ایران از جنوب ایران میشن، مخصوصا این مکزیکی های نامر. تو مثل این که هر چیز زدی جنسش خیلی خوب بوده. ای داد بیداد هر چیز زدی جنسش که بر... من خیلی دارم میخواست برای ادامه این برنامه، برای کمک به کانال رنگارنگ و برای بهبودی مملکت ایران یک کمک مختصری به شما به برنامه شما بکنم به مبلغ 3 میلیون دلار. این از اون مدکی بیشورهای احمق بود که وقت ما رو گرفت و با احمقیت کامل وقت شما رو هم گرفت. آقای اتاوکی، این آقای احمدی نژاد کثافت یک ارتش درست کرده برای اینکه حمله بکنه بزنه بکشه. بله شما فهمی. نه میخواستم این شما این اطلاع دارین که پدر مسیح که بوده مریم اصلا خودش خبر داره؟ ای داد بیدا این آقای جان من نه با پاپ صحبت بکنیم به من خواهش میکنم. آقای اتاوکی شما یه مجسمه از خودم درست بکنین مردم با اونجا تو نگاه کنم رای بده. خب این احمقی این بیننده عزیز شما فرمیزم شما اینه که آیا همسر شما ایرانیه یا آمریکایی؟ این ربطی به رئیس جمهور شدن من داره؟ نه نمیگم ربطی داره آقای اتاوکی، ولی ما باید این حرف رو داریم که بله بدونید امریکایی هستم. امریکایی آقای اتاوکی؟ بله اون وقت بچه های شما فارسی حرف میزنن؟ بله. آها بله آها. خب آقای اتاوکی نظر شما درباره اتمی چیه؟ من یه رو راجع به این صحبت کردم شما متوجه نشدی؟ بله یک آهنگ درخواستی هم میخواستم در اگه شعورت اینقدره که شما این عکس میمونی که نشان دادیم خیلی شبیه شما بود. کجا شبیه من بود قربان؟ قیافش و اینو من میخوام الان شما توضیح بدید برای همه که این کجا شبیه من عزیزم. گوشاشو نگاه گوشاشو. آها پس این گوشا اینجا اینا شبیه گوش منه. اون نیستش و نگاه نیستش. صبر کنم بینندگان عزیز توجه به گوش من بکنید. بله. توجه به گوش ایشون بکنید. بله. این آقای عزیز میفهمن که گوش این ایشون شبیه گوش منه و مخصوصا سکسیویل. یک سکسیویل داره کامی قیافه تو زیاد با احمد نژاد چیز نداره خودمونی چی اصلا من این اونم بشکن درست قیافه اون شکل میمونه یا فیتو شکل روبا. خب اینم نالجی اقلا بابا روی پشم و پیلی درست دابی خوشگل داره مردم کد درست کنه تنشون میکنه. شبه شما قشنگه. ممنونم متشکرم. یه تیپ داری به هم دا همیشه تیپ خوب بود تازه نیست. نه اتفاقا هفته های پیش بیشتر مثل آقای احمد نژاد بودیم ولی این دفعه بهتر شدیم. عجب ممکنه بفهمید کجای بنده شباهت با آقای احمد نژاد داشت؟ گوش ریش من یا موم یا کچه الوارم یا کراواتم یا چی؟ تکسیبی. بله خیلی ممنون شما هم نظرتون رو دادید. باش بله امروز بازی فینال جام حذفی فوتبال بین تیم سواباتری و ابو مسلم در مشهد بود. من یک سوال داشتم. بله آیا باتری های تیم سواباتری
یه بار مصرف انگار ریچارج بدن، یعنی میشه دوباره استفاده کرد. مال مال نمیدونم، بزن بریم یکی چیه، صدای اینم بلند نمیشه، صدا تو هم درست نمیاد. آقای عطاوکی، این سیبیلت هم خیلی کلوف شده، میدونم. درود بر شما آقا رئیسم. الو. سلام، بفهمی. درود بر شما آقا عطاوکی. قربان شما، بفهمی. آقا عطاوکی، سیبیلت شما مثل تفنگ شده، برو مسواکش بزن. خیلی ممنون. من اجازه هست یک شعر تهیه کردم برای شما بخونم. نه دیگه، شعر داره زیاد میشه امشب، ما وقت نداریم. اگه مطلبی دارید بفرمایید، خیلی سریع که خیلی کوتاه. بله خیلی کوتاه بفرمایید. پس دوستان دوستان، در جشن خوب شاخه های سبز شاد، همچو گل های بهاری بله خب اینم ما داشتیم میرفتیم فکر کردیم که مثلا الان ایشون به عنوان فرارسیدن نوروز باستانی عزیزمون، من خواستم اگر با شما کاملا موافقم. از چه نظر؟ که شما میمون رو به رخت میانید، دامش رو به دست میانید. باز این مردی که بید. این بابا تو مگه پول کار دیگه یاری که پول تلفن تو خزین اراجیف میکنی؟ درود برسان شما، من دلم برای اینم میسوزه. میمون رو به رخت آوردن، دامش رو به دست آوردن. میمونو به رخت آوردن، دامنو به دست آوردن. حالا میمونو به رخت آوردن، دامنو به دست آوردن. حالا اینو به دست آوردن، دامنو به دست آوردن. خوش اومد. خیلی عالی. شما واقعا مثل یکی از اون تحصیل کرده های عزیز ما هستی که باید به وجود افتخار که با آینده مملکت اگه به دست شما باشه. وای درود بر شما، فهمید. آقا عطاوکی، من میتونم از خودم شعر در بر کنم؟ از خودتون یه شعر چیکار کنی؟ در بکنم. بفهمی؟ عطاوکی اومده، این وافوری اومده، خوبید؟ خدا رو شکر که سعدی بدبخت مرد و رفت و شما رو ندید و الا سکته میکرد. میخوشم یه شعر بخونم. بله از بزرگ شما که عطاوکی میخوشم یه شعر بخونم. نه بابا اینام که حالا تریاکی ها شروع کردن، من نمیفهمم. درود بر شما آقای عطاوکی. درود بر شما عزیز. آقای عطاوکی، ما برای مناسبات ریاست جمهوری شما، من یک قصه شعر خونم، میتونم بخونم؟ خیلی سریع بفهمید این چی میگه. این که شعر نشده، یکنم آواز بخواه بخونیم، شما بفهمید. خالو، سلام آقای عطاوکی، حال شما خوبه؟ محمد تو خوبه. آقای عطاوکی، من واقعا این مردم زنی میزن. خب من اصلا کلا بگذاریم، میخواستم یه بحث جدید رو بندازم امروز. الو جانم بفهمی. بله میخواستم بحث رو بندازم در باره انتخابات. بله خیلی جدی. بله بابا که یه ذره انتخابات باشه، برای سوال بسیار جدی داشتم. بله بله سوال جدی شما به درد حالا بگم کیتون میخوره. بابا آقای عطاوکی، این بیننده قبلیش واقعا ده سرطا. آقای عطاوکی. الو جانم بفهمید. بله آقای عطاوکی، میگم که شما یه پیشنهادی برای شما دارم. شما بهتر نیست بجای این کارهای بیناموسی برین کاندید آینده کاندید ریاست جمهور ایران آینده بشین؟ ببین اینم یک شعور دیگه، مهم نیست شماها بشنسید، شماها بشنوید، شماها بدونید. الو جانم، من از ایران با شما تماس میگیرم. بله خیلی خوب کاری میکنم، بفهمی. من اسمم ادیه. چی چیه؟ ادی. اسی؟ بله برادرم هست ادی. بله چطوری؟ درست خوب؟ درود برسان شما بفهمی. اسی و ادی بزن الان من با هم دیگه عشقشون رو بکنم شما بفهمید. آقای عطاوکی، شما میدانید که برای رئیس جمهور شدن توی ایران داشتن ریش خودش 50% کار است. آقای عطاوکی جانم، این پدر زن شما چی داشته میکشه به شما زنش دخترش رو داده زن به شما؟ چی داشته میکشه؟ من میخوام بدونم، منم بکشم به دمش گرم. من دیگه بیشیون تو شعور خودتو به هم الان میدونی به چند میلیون که دارن این برنامه رو نگاه میکنن شعور خودتو نشون دادی. منم صداتو گوشتم قشنگ پخش بشه که شعور خودتو نشون بدی. خب دیگه چی مهدیک، حالا بعدش نتیجه چی؟ چه خدمتی کردی به جامعه؟ چه خدمتی کردی به خودت؟
آقای عطاوکی، من یه پیشنهاد داشتم برایش به شما. بفهمید. شما باید مثل آقای حقا به تلویزیون خودتو بزنید. یه تلویزیون به نام آبکی تیوی، اولین تلویزیون 24 ساعته کمدی. بله. سلام. سلام. من از این ایالت به شما زنم، ایالت لوئیزیانا. اگه نمیدونی بعد دو دقیقه فکر بکنی کجا زنگ میزنی، کارت خرابه. بفهمید عزیزم، شما بفهمید. شما تو قیافه خودتون دیدین که میخواین رئیس جمهور دنیا بشین؟ رئیس جمهور دنیا؟ خودتون گفتین اول برنامه. گفتم اون ولد اونش هم میخورم. خب قیافه شما تو خوبه چی دیدین؟ ریاست جمهوری ازش میباره. آخه استکتیبل که ریاست جمهوری ازش میباره دیگه. مرتی که احمق بیشور نشد دیگه. بله شما میگین جیگر زیاد دارین؟ آخه من ندارم. معنی شما معنی و مفهوم جیگرداری بر من تعریف بکن. یعنی که من انقدر جیگر دارم که بشینم اینجا رو در روی شما، همتون چهره منو میبینید، باهاتون صحبت بکنم، هر سوالی میکنید جوابتون رو بدم. من شما رو نمیبینم، من شما رو نمیشناسم، اسم شما رو نمیدونم، شما اسم منو میدونید، شما میدونید من کجا هستم، شما میدونید من کی هستم، و صورت منو میبینید، باهاتون صحبت میکنم. تا این حد من جیگر دارم. بله پس جیگر سیگ چند؟ شما من جگر دارم، متأسفانه شما شعور نداری. من هم دارم میخواست به شما پیشنهاد بدم که شما یه مجسمه از خودتون بسازیم بزنیم توی تهران، ملت به اونجا شما نگاه بکنن و رأی بدن. بله خیلی ممنون از پیشنهاد. بفهمید عزیزم. آقای عطاوکی جانم قربان، آقا به داد ما برس. کجا هستین شما قربان؟ بیام. ما ایرانیم. ایرانی شما؟ بله. شما تا کی میخوای ایران بمونی عزیزم با این وضعیت؟ این احمد نژاد پدر ما رو در میاره مطمئن. حالا هنوز که در نیورده که. آقا این قصد داره دستشویی ها رو زنان مردونه بکنه. دستشویی ها که بابا همیشه زنان مردونه بوده، چرا این حرفا رو میزنی؟ آقا ترکی بفهم نظر شما درباره 4-5 سیت ملی چیه؟ آقا به نظر شما دفاعیه یا نظر دیگه داری؟ نخوا نظر من همیشه حمله ایه، من اهل دفاع مفا نیستم. باز به نظر شما 4-5 سیت مفید نیست؟ چهار پنج فقط برای شما مفیده. بله به کارم بخواه حتی بد نیست که آیا برای لبخند زدن اینا بد نیست. خیلی ممنونم. شما چطور میتونین خودتون دفاع کنین؟ شما گفتین حالا دیگه این دهاتی هم برای ما آدم شدن، این یعنی چی؟ خب این هم یه وسیله دیگه که بخواه خطا رو اشغال بکنن. شما بفهمید من هفته پیش برنامه شما نگاه کردم، خیلی جذاب بود. بله بله من میخواستم بگم که چطور به دهاتیتون کرده خود دهاتی. ما که نفهمیدیم شما چی گفتی قربان عزیزم. ببخشید بفهم شما ما که نفهمیدیم این چی گفت. شما بفهمید. ببینید آقای عطاوکی، به نظر من ملت باید بیدار بشن، اون وقت خیال میکنن یه خوابی دیدن. باریکلا به به اینا رو ما این افکار جوان رو احتیاج داریم که ایران رو خرابترش بکنن. شما بفهمید ده ثانیه. من اول بخواد داری سوال از شما باشم. راست شما اطلاع دارید که کی نفت رو اختراع کرده؟ نه خیر، اون رو تحقیق بکنم بعدا با تو صحبت بکنم. الان من معتاد عرفاش هستم. بله خیلی ممنون، شما بفهمید. حال شما خوبی؟ با محمد تو خوبیم، شما چطور؟ آقای عطاوکی حال شما چطوره؟ بنده حالم خوبه قربان، شما چطوری؟ من خوبم آقای عطاوکی جانم. من میخواستم یه بحثی بکنیم درباره الو. بله بفهمید. بله میخواستم درباره همینه از کنم خدمتونه تخت نرد. بله بله بعد من حال شما خوبه؟ بله دفعه صدام حال بنده خیلی خوبه، امیدوارم شما هم خوب باشید. ممنونم از اینکه پرسیدین. حالا راضی با تخت نه چی میخوای بگی؟ بله میخواستم بگم که این آقای خانواده خوبن؟ خانواده هم خیلی خوبن. آقای عطاوکی جانم، این بینن مردمی که زنگ میزنن شما رو مسخره میکنن، اینا چرا اینطوری میکنن؟ واقعا بیشور نفهم سکسی بیل اولا چیز دیگه هم داری بگی عزیزم؟ اغلت رو خالی کردی؟ بله بله بازم دارم. راحت شدی؟ بیشرم. اعصابت خوب شد؟ سرت. حالا احساس بهتری میکنی؟ خب عقل و شعور تو به همه جد میارم. الان در حدود شاید 1-2 میلیون نفر در این برنامه رو میبینن. آقای عطاوکی شما که اند شعور اینجا. بله خیلی ممنون. بیشور درود بر شما. بینه عزیز شما بفرمایید. درود بر شما جناب آقای عطاوکی. قربان شما بفرمایید. بابا خواست درست سرت. خیلی ممنون. دیگه چی؟ دیگه چی؟
هیچی همین تمام ارده شما این بود، تمام علم و بصیرت شما این بود. دست بده بفرمایید. خیلی ممنون، دستتون تموم شد. بفرمایید عزیزم. آقای یتبکی جانم، من میخواستم بگم شما خیلی نفهمید. خیلی ممنون گفتین. حالا اینم دیگه باقی قضاوت میکنن که کی نفهمه، من یا شما. آقای یتبکی من پیشنهاد میدم که یه عزاداری امشب را بندازید. هیچ عزاداری نمیخواد عزاداری برای ننت را بنداز. شما بفهمید عزیزم. الو بفهمید. آقای یتبکی میخواستم من بگم که صدای شما خطرناکه عزیزم. شما بفهمید که تمام این هم دست هم دیگن. صدای شما یه خورد آشناس به نظرم.